شدت بی صبرانه منتظر کلاس بودم. صدا خیلی ضعیفه، حالا درست میشه، اوکی میشه. بچه ها بهم بگین از کجایین، یکم همدیگر بشناسیم. صدا الان درست میشه بچه ها، نگران نباشین. ساغر، آریان، محمد امین، هستی، اشکان، آریان از تهران. سلام محمد، سلام فریده. الان اوکی میشه صدا، نگران نباشین. سلام سلام، خیلی خوشحالم که سر کلاس میبینمتون. حتی من که نمیبینمتون، شما من میبینیم. از اینکه چتاتون رو میبینم خوشحالم. انزلی، شهرکور، شیراز، خوزستان. خب امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. بچه ها، کیمیا از اصفهان، محسن از شیراز، دماوند. خوب از همه جا هستین، خوشحالم. گلستان، به به. سلام عرفان، سلام. خب بچه ها، من یه توضیح بدم در مورد کلاس و جزوه، کلن برنامه‌مون به چه شکلیه. من یه سری توضیحات مختصری در مورد کلاس توی جلسه ای که همایش رایگان بود دادم، منتها میخوام که الان دیگه کلاسمون قراره رسما شروع بشه، یه توضیح بدم که از همین اول بدونین جریان چجوریه. اولا که گفتم اول کلاس جزوه جلسه اول رو روی پنل گذاشتم براتون، از جلسات بعدی جزوه رو کامل در اختیارتون میذارم که اگر خواستیم پرینت بگیریم مشکلی نباشه. این یک. دو، این که بچه ها همونجور که توی همایش و حالا توی این مدتی که راجع به کلاس صحبت میکردیم بهتون قول داده بوده، اما قرار بودش که روی تمام مهارت‌های شما کار بکنیم، درسته؟ یعنی بهتون قول دادم هم گرامر، هم لغات، هم لیسنینگ، هم ریدینگ، هم سپیکینگ، همه اینا رو با هم دیگه کار بکنیم. خب در مورد لیسنینگ و ریدینگ و کلا اون سه تا مهارتی که به جز سپیکینگ همش توی جزوه هستش، و قاعدتاً لیسنینگ هم دارین توی جزوه، یه سری تمرین لیسنینگه که حالا یه سریاشو سر کلاس ما با هم دیگه کار میکنیم. که این لیسنینگا بچه کلن اینو بهتون بگم، جزوه خیلی فکر شده و درست تنظیم شده. یعنی مثلا به این فکر کردم که اگر یه زمانی شما توی این لول‌ها رو گذروندین و خواستین امتحان آیلتس بدین، خب لیسنینگ‌های آیلتس چجوریه؟ مدل‌های مختلفی داره، جای خالی داره، نمیدونم تصویر داره، چیزای مختلفی داره. اومدم تمام این لیسنینگ‌ها رو بر اساس اون تنظیم کردم که تو بتونی یاد بگیری انواع مختلف جواب دادن به لیسنینگ، یعنی مهارت لیسنینگت کامل تقویت بشه در طول کلاس. خب حالا یه سری از این لیسنینگ‌ها رو من سر کلاس با هم دیگه حل می‌کنیم، من پلی می‌کنم و با هم دیگه حل می‌کنیم، یه سریاشو به عنوان تمرین و تکلیف میدم به خودتون و توی خونه حل می‌کنیم و حالا تکلیف‌ها رو برام می‌فرستین. خب و این از لیسنینگ. ریدینگ که خب سر کلاس با هم دیگه کار می‌کنیم که چجوری به ریدینگ‌ها باید جواب بدین، چجوری بخونین. گرامر و وکب هم که قاعدتاً با هم دیگه کار می‌کنیم. می‌رسیم به بخش رایتینگ هم که جزء تکلیفاتون میشه، هم سر کلاس با هم دیگه کار میکنیم، هم من بهتون تکلیف میدم توی جزوه نوشته شده، مثلا بهتون گفتم یه پاراگراف راجع به این موضوع بنویسین مثلا اینجوری، و شما با من تکلیفونو انجام میدین و چک میشه. در مورد سپیکینگ، من میدونم که من به شما قول دادم که روی سپیکینگتون کار بکنیم، و اصلا یکی از انگیزهایی که این کلاس تشکیل شد همین بود که بچه‌ها خیلی روی سپیکینگ فوکوسن و دلشون میخواد که مهارت گفتارشون تقویت بشه، و مثلا خب کلاس‌های آنلاین یا این پکیج‌های آفلاین این امتیازو نداشته، و ما به شما قول دادیم که حتما یه گروهی تشکیل میشه که حالا هم به عنوان تکلیف تمرین توش سپیکینگ کار بکنیم با هم دیگه. که حالا من خودم به شخصه به هیچی فعلا دسترسی ندارم به خاطر شرایطی که وجود داره، من نه به تلگرام نه به اینستاگرام دسترسی ندارم. یه مقدار این عقب میفته، یعنی یه مقدار دیرتر این گروه تشکیل میشه. مطمئن باشین قولی که بهتون دادم سر جاشه، و به محض اینکه من خودم به چیزی دسترسی پیدا کردم و اینترنتم اوکی بشه، این گروه تشکیل میشه، همه شما توی گروه اد میشین و اصلا با هم دیگه سپیکینگمون رو شروع میکنیم. و اصلا این اتفاقا بد نشد به خاطر اینکه شما همین بسم الله که قرار نیست بیان توی گروه سپیکینگ داشته باشیم و با هم دیگه حرف بزنیم دیگه،
ما قراره که اول یه سری بیسیک ها رو با هم دیگه بسازیم، یه پایه های رو با هم دیگه بسازیم. حالا ممکنه یه سری این چیزها رو بلد باشن، ولی اونایی که اصلا هیچی بلد نیستن، ما میخوایم از اول از بیسیک همه چی رو با هم دیگه یاد بگیریم و بعدش بعد چند جلسه یه لحظه بچه ببخشید. و اینکه داشتم میگفتم بالاخره ما باید یه سه چیزا رو با هم دیگه یاد بگیریم و بعد حالا مکالممون رو شروع بکنیم دیگه، درسته؟ من چون یه چیزی دارم تو چت میبینم این توضیح بدم بچه ها، این کلاس کلاس مدرسه نیستا، دهم یازدهم دوازدهم نیستا، کلاس زبان عمومیه، جنرال انگلیشه. بنابراین اشتباه نگیر، این کلاس مدرسه نیستش. در مورد جزوه بهتون توضیح بدم که چه چیزایی آوردم. ببین اول جزوه این فهرست رو براتون آوردم، کانتنس یا محتوایی که توی این جزوه و توی این لول و توی این ترم قرار شما یاد بگیرین چیه. من چیزایی که تو جزوه آوردم و چیزایی که میخوام به شما یاد بدم توی این ترم، توی این لول، من درآوردی یا سلیقه شخصی من نیستش. همونجور که توی همایشم هم بهتون گفتم، ببین یه مرجع مشترکی هست به اسم CFR که میاد لول بندی میکنه، میگه اونی که داره A1 میخونه اینو باید یاد بگیره، A2، B1، B2 که معادل چه نمره‌ای میشه تو IELTS، چه سطحی داره اون زبان آموز، و میاد میگه که این یه چیز مشترکه. میگم سلیقه شخصی من نیست که حالا چی بذارم، چه سطحی بذارم، چه لغتی بذارم، چه گرامری بذارم، چه موضوعی بذارم. CFR میگه که کسی که در سطح A1 باشه یه سری چیزای ثابت و مشخصی رو باید یاد بگیره که بعد بتونه بره توی A2. خب حالا چیزایی که توی A1 باید یاد بگیرین چیان؟ مثلا گرامر، وکب و ریل لایف به سه دسته تقسیم شده، بجز اون لیسنینگ و ریدینگ و رایتینگی که گفتم. توضیح بدم اینا چی هن وقتی داریم جزء رو با هم دیگه میخونیم. گرامر که خب مشخصه، گرامر چیزایی که شما توی A1 باید یاد بگیرین، مثلا اینه که to be verb چی هن، چجوری با be verb جمله بسازی، simple present چیه، present continuous چیه، object pronoun چیه، نمیدونم simple past، present perfect، یه سری گرامر مشخص رو شما توی A1 باید یاد بگیرین. vocab هم به همون نسبت میاد بهت میگه که کسی که A1ه مثلا باید days of the week، month of the year، colors، یه سری adjective، یه سری لغت در مورد فامیلی، یه سری لغت در مورد مثلا شاپینگ، یه سری چیزای مشخص رو باید یاد بگیره. خب یه بخشی داریم بچه ها ته هر فصلی، اسمشو گذاشتم real life یا مثلا میتونیم بگیم functional. به این قسمت اومدم مکالمه هایی که توی زندگی واقعی روزمره چیزایی که شما لازم دارین یاد بگیرین. مثلا چی؟ مثلا اینکه شما مثلا میرید توی کافه یا رستورانی، فکر میکنم مثلا یونیت ببینم مثلا یونیت 7 که در مورد فوده، ریل لایفمون یا فانکشنالمون اینه که چجوری توی رستوران یا کافه سفارش بدیم. یا مثلا یونیت فامیلی، یونیت 3 که در مورد فامیلیه و هم گرامر و هم لغت در این راستا یاد میگیری، مثلا میای در مورد پرایس و شاپینگ یه سری چیزی، یه سری مکالمه ها یاد میگیری. یا دیگه مثلا راجب نیبرهود یا همسایه محله وقتی داری حرف میزنی، ریل لایف اینه که چجوری آدرس بپرسی، چجوری دیرکشن یا آدرس بدی به یه نفر. بنابراین ته هر فصلی یه سری موقعیت های واقعی رو براتون گذاشتم که حالا ممکنه لیسنینگ هم داشته باشه، ممکنه اصلا فقط کانورسیشن باشه، برای اینکه یاد بگیری که توی اون موقعیت ها چه لغاتی، چه اصطلاحاتی، چه چیزایی میتونی استفاده بکنی. این از ریل لایفی که ته هر فصلی هستش که بدونی داستانش چیه. توی هر بخشی، چه وکب چه گرامر، یه بخشی هستش اسمش رو نوشتم your turn، یعنی نوبت شماست.
همون تمرینه. مثلا من اومدم گرامر رو بر تو توضیحش رو نوشتم، سر کلاس درسش رو میدم، your turn، حالا نوبت توه، تو بیا به این سوالا جواب بده. بجز اون your turn هایی که توی خود جزوه هستش، ته جزوه ریویو گذاشتم، یعنی برای هر فصلی یه دونه ریویو دارین که بیاین خودتو ته جزوه بسنجی و ببینی که چیزایی که توی اون فصل یاد گرفتی خاطرت مونده یا نه. بچه در مورد خود حالا این که شد کلن محتوای جزوه و اینکه چیزایی که تو جزوه میبینی و برنامه که سر کلاس قرار داشته باشیم، چیز دیگه ای که میخواستم بگم، قاعدتا بچه ها اینجا نه کلاس کنکوره نه کلاس مدرسه است که بگی امتحان دارم مجبورم نمیدونم مدرسمه باید پاس کنم کنکور دارم باید مثلا، حالا که البته زبانم کنکور هست شده، منظورم اینه که هیچ اجباری برای حضور شما قاعدتا تو کلاس نیست و تمام کسی که سر این کلاس میشینن به اختیار و انتخاب خودشون برای اینکه زبانشون رو تقویت بکنن، حالا با هر هدفی، یکی ممکنه فقط برای خودش بخواد، یکی ممکنه برای امتحان بخواد بخواد اپلای کنه، یکی برای سفر رفتن زیاد سفر میکنه میخواد انگلیسیش خوب بشه، به هر هدف و به هر دلیلی که داری یاد میگیری به هر حال به انتخاب خودت نشستی، بنابراین تلاش خودت رو میخواد و واقعا اینو حتما شنیدین که میگم معلم بخشی از کلاس، 30% از کلاس و دیگه همش به عهده خودتونه. این یه واقعیته، یعنی اگر که تو بشینی سر کلاس چیزه که ببین من صد خودم رو برات میذارم و هر آنچه که بتونم برات انجام میدم از همه چی، حتی گفتم گروه مکالمه با اینکه واقعا تعداد بچه ها خیلی زیاده و سپیکینگ چک کردن برای تک تک دانش آموزا و زبان آموزا کار سختیه، ولی من واقعا صد خودم میزنم و همه این کارا میکنم برای اینکه شما زبانتون بهتر بشه، ولی تا زمانی که خودت تلاشتو نکنی قاعدتا نتیجه خوبی هم نمیگیری. واسه همین پیشنهادی که برات دارم چیه؟ اولا یه دفترچه داشته باش که تمام این لغتایی که یاد میگیری یادداشت کنی و حتما اینو شنیدی که میگن لغت رو تو کانتکست، توی جمله، توی فیلم، توی به تنهایی یاد گرفتنش فایده نداره. ما اومدیم همین کار کردیم، یعنی تو جزوه حالا ممکنه تک کلمه من برات گذاشته باشم بگم مثلا این کلمه ها مربوط به این تاپیک و این موضوع تک کلمه بهت گفته باشم، ولی سعی کردم اون کلمه ها رو حالا یا تو رایتینگ بهت بگم استفاده کنی، یا توی ریدینگ آورده باشم ببینی، یا توی کانورسیشن آورده باشم که ببینی. بنابراین این لغت رو خواهشن برای خودت هر لغتی که یاد میگیری توی دفترچه ای برای خودت یه جمله خیلی ساده سعی کن ازش استفاده کنی که اون لغت قشنگ تو ذهنت بشینه. دوم این که توی همایشم بهتون گفتم بچه ها تو خونه نشستین دیگه، خب با صدای بلند من هر چیزی که سر کلاس میگم به انگلیسی شما باید با صدای بلند ببین تو ذهنت بذار کنار، اون یه چیز دیگه است. تا وقتی حرف نزنی اشکال کار در نمیاد، پرنانسیشن و تلفظ درست نمیشه، لهجه درست نمیشه و وقتی تا صدای خودتو نشنوی فایده نداره. بنابراین خواهش میکنم هر چیزی که سر کلاس میگیم و تکرار میکنیم با صدای بلند. و بعد دیگه این که کلن چیزایی هم که سر کلاس با همدیگه یاد میگیریم مخصوصا این ریال لایف ها کاملا چیزای کاربردیه، یعنی اصلا زبان آموز لول A1 کسیه که بتونه زندگی اصلا راجع به چیزای پیچیده قرار نیست حرف بزنه، کسی که بتونه نیازهای روزانه و روزمره‌اش رو برطرف کنه در حد اینکه سلام احوالپرسی کنه، قیمت چیزی رو بپرسه، راجع به خانواده‌اش حرف بزنه، نمیدونم یه چیزی بخره، در همین سطح راجع به آب و هوا حرف بزنه، راجع به ورزش مورد علاقهش حرف بزنه، واقعا در سطح نیازهای روزانه است، اصلا قراره چیز پیچیده‌ای حرف بزنه. خب یعنی اصلا لول A1 خاصیتش اینه. واسه همین هر چیزی که یاد میگیری و تو زندگی روزمره ازش استفاده کن. مثلا وقتی که ما یاد گرفتیم که چجوری آدرس بپرسیم و چجوری آدرس بدیم، اصلا لازم نیست با کسی هم، اگر کسی داشته باشه که چه بهتر، با کسی این کارو بکن.
بکن با دوستت، با خواهرت، برادرت، این تمرین رو انجام بده و با هم دیگه مکالمه رو داشته باشین. ولی اگر که اصلا کسی هم نداره هیچ ایرادی نداره، خودت با خودت از خونه میری بیرون بپرس از خودت سوپرمارکت کجاست و آدرس بده به خودت، مثلا بگو اینقدر مستقیم برو، دو تا بلاک مستقیم برو، بعد بپیچ به چپ، بعد نمیدونم این کارو بکن، چراغ قرمز رد کن. خودت از چیزایی که یاد میگیری یا مثلا میری تو خرید کنی، خودت با خودت انگلیسی فکر کن و چیزایی که یاد گرفتی رو تمرین کن. این خیلی بهتون کمک میکنه. یعنی واقعا چیزی که یاد میگیری رو محدود نکن به کلاس، توی زندگی روزانه و عادیت ازش استفاده کن. من فکر میکنم همه چیزایی که اشکان جان، نه متاسفانه یه خورده به خاطر شرط موجود من نتونستم این پیگیری که، ولی من حتما امروز میپرسم. من واقعا حتی اینستاگرام هم نمیتونم باز کنم که جواب بعضیتون رو بدم. میدونم که یه وقتی نوتیفیکیشن میاد ولی اصلا من باز نمیشه که جواب بدم. به محض اینکه بتونم باز کنم جوابتون تو اینستاگرام میدم. کتاب هم نیازی نیست شما توی این سطح کتابی داشته باشین، کتابی بخرین. من سعی کردم هر آنچه که تو سطح A1 نیازه و لازمه تو جزوه بیارم، ام از لیسنینگ، سپیکینگ، رایتینگ، هر چیزی که فکر کنین رو آوردم. آها بچه، یه چیز دیگه هم بهتون بگم، من سعی کردم که چیزایی که توی جزوه میارم، حتما کتاب ها رو دیدین توی آموزشگاه ها که پر از تصویره و واقعا نقش تصویر و عکس توی یادگیری رو نمیشه انکار کرد، خیلی کمک میکنه. ولی من به خاطر اینکه جزوه رو خودم بهتون میدم و شما باید پرینت بگیرین، به خاطر هزینه جزوه سعی کردم حداقل عکس رو استفاده کنم که شما مجبور نشین پرینتر رنگی بگیریم و هزینه جزوهتون بالا بشه، به جز یه جاهایی که دیگه واقعا نمیشد عکس نذاش. و سعی کنم حتی اگه عکسی هم گذاشتم سیاه‌سفید بذارم که باز هزینه جزوهتون بالا نره. واسه همین عکس توی جزوه خیلی کمه. جزوه رو که نیازی به چیز نیستش دیگه، خریدن نیستش. یعنی شما جزوه جلسه اول الان که روی پنلتون هستش، جزوه جلسه اول که اصلا میتونین دانلود کنین و بعد از فکر میکنم حالا 2 یا 3 جلسه تمام جزوه رو میذارم روی پنل، تمام جزوه به اضافه فایلای لیسنینگ تماما میاد روی پنل. حدود مثلا 80 صفحه جزوه است. ببینید بچه ها، این سوالی که میپرسین که به درد چه کسایی میخوره و به درد مدرسه، به درد دانشگاه، من زبانم اینجوری اونجوریه، ببین، یا مثلا من سنم اینطوریه، مثلا بالا پایینه، من نهمم، هفتمم، نمیدونم، من خانم مثلا خانه‌دارم، تحصیلات دانشگاهیم تموم شده و من خیلی از این سوالا توی دایرکت اون موقع که اینستاگرام داشتم میگرفتم. ببین، کاملا به سطح زبانت بستگی داره، نه به اینکه در چه جایگاهی هستی یا تو چه سنی هستی. ممکنه مثلا کلاس 5 باشی زبان بلد نباشی و بخوای شروع کنی، ممکنه مثلا 30 سالت باشه، 40 سالت باشه و بخوای زبان رو شروع کنی و بلد نباشی. سطح A1، این کلاس، این دوره، یعنی دوره مهر تا دی، برای کسایی مناسبه که یا زبان هیچی بلد نیستن و تازه میخوان زبان یاد بگیرن، مبتدی و پایه هستن، یا اگر یه چیزایی هم بلدن پایه‌شون انقدر ضعیفه که نمیتونن برن سطح بعدی و میخوان این مواردی که اینجا هست رو یه مروری بکنن بعد برن لول بعدی. به درد اینا میخوره. بله، این جلسه اول رایگانه؟ خب این جلسه که رایگانه، هیچی. بلی، جزوه جلسه اول و فایلای صوتی جلسه اول رو شما الان چه ثبت نام کرده باشین چه نکرده باشین که الان بهش دسترسی دارین. جزوه بقیه جزوه که برای ادامه جلسات هستش، یعنی از یونیت 2 به بعد، باید ثبت نام کرده باشین که دیگه به تمام فایل دسترسی دارین. هفته 3 روز، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، ساعت 5 تا 6:30، به اضافه حالا یه زمان. اینم بهتون بگم دیگه، اون گروهی که بهتون قول داده بودم قاعدتا خارج از کلاسه، خارج از تایم کلاسه، یه زمانی مشخص میکنم، مثلا میگم 3 شنبه ساعت 8 شب توی گروه در مورد این موضوع وایساتون رو بذارین، چک کنین، با هم دیگه سپیکینگ داشته باشیم. یعنی یه زمانی هم خارج از کلاس با هم خواهیم داشت که حالا اونو مشکل نت درست بشه با هم دیگه ست میکنیم. خب اگر سوالی نداریم بریم سراغ
یونیت 1 کلاس رو با هم دیگه شروع کنیم. سوالی هست؟ و اینم که حالا تکلیف دارین و قاعدتاً رایتینگ بعد داشته باشین. رایتینگاتون هم البته ببینید بچه چیزای خیلی پیچیده و عجیبی نیستش. مثلا در حد این که یه پاراگراف راجع به خودت بنویس. چون سطح A1 هستش، تمام تکلیف‌ها و چیزایی هم که یاد می‌گیرین در سطح خودتونه دیگه. تفاوت بریتانیا آمریکایی. آها اینو بهتون بگم بچه، من کلن سعی کردم که چیزایی که تو جزوه میارم امریکن باشه. خب منتها مثلا چند تا فایل هم هستش که لهجه بریتیش داره، یا مثلا چند تا کلمه هم بریتیشش رو آوردم هم امریکنش رو. سعی کردم غالبا امریکن باشه، ولی ممکنه فایل صوتی بریتیش هم توی کلاس بشنوید. به صورت فیزیکی خیر، خودتون بعد پرینت بگیرین دیگه. از چه کتابی خدمتون گفتم کلن سطح کلاس A1ه. تمام کتاب مثلا لیسنینگاتون از Speak Now، از Tactics for Listening، Grammar از Grammar in Use، Vocab از Vocabulary in Use، از کتابای مختلف، حتی از یه سری کتابای کورس بوک مثل تاچستون، امریکن انگلیش فایل، هر چیزی که توی کتاب‌ها مفید بوده بر سطح A1 جمع‌آوری شده و شده یک جزوه. خب بریم سراغ درس. یونیت 1. آها یه چیزی هم بهتون بگم بچه‌هایی که الان، چون من دیدم که مثلا مهران گفته بودش که داره لغاتش متوسط به بالاست ولی گرامرش ضعیفه، قاعدتا کسایی هستن سر کلاس که ممکنه این چیزایی که اول با هم یاد میگیریم و بلد باشن. خب نیاز به صبوری داره، یعنی یه خورده این اولا صبور باشین، اگر بلدین صبر کنین و بذاریم به اون جاهایی که میخوایم برسیم. که بچه‌هایی هم که هیچی بلد نیستن و واقعا به قول خودشون صفرن، اونام به ما برسن و کلاس یه دست بشه و همه با هم پیش بریم. خب به نظرم میتونیم شروع کنیم. خب اولین چیزی که نه رضا، چاپ رنگی نیاز نیست، چون من واقعا به خاطر هزینه پرینت خیلی به جز یه دونه یونیت فود که نیاز بود واقعا تصویر بذارم که لغاتش رو یاد بگیرین، سعی کردم هیچ تصویری توی جزوه نذارم. یه دونه یونیته که عکس مثلا دو صفحه عکس داره، بقیه یونیت‌ها هیچ عکسی نداره. خب یونیت اول که در مورد پرسونال اینفورمیشن بچه بایم شروع کنیم کلاس رو با هم دیگه. خب دوره یونیت اول بچه ها در مورد پرسونال اینفورمیشن، یعنی چی؟ یعنی اطلاعات شخصی. یعنی تو این یونیت یاد میگیری که اصلا چجوری سلام احوال پرسی کنی، چجوری خودتو معرفی کنی، چجوری پرسونال اینفورمیشن بدی به یه نفر یا از یه نفر پرسونال اینفورمیشنشو بگیری، اسمشو بپرسی، آدرسشو بپرسی، سنشو بپرسی، اهل کجاست، نمیدونم ایمیلشو، شماره تلفنشو. بنابراین یونیت اول در مورد اینه که چجوری راجع به خودمون در سطح خیلی بیسیک و ساده چجوری حرف بزنیم. به این مکالمه نگاه کن، میخوایم یاد بگیریم که چجوری سلام و احوال پرسی کنیم. وارد یه جایی میشی، قاعدتا اولین چیزی که باید شروع کنی برای مکالمه قبل از هر چیزی باید یاد بگیری که چجوری سلام و احوال پرسی کنی دیگه. خب از مکالمه های خیلی ساده شروع کردیم. همه ما میدونیم که برای سلام کردن های، هلو، مبتدی ترین و ساده ترین چیزایی که میتونیم بگیم. بنابراین برای سلام و شروع مکالمه های، هلو. خب ببین نگاه کن، گریتینگز رو ببینیم و هلو های، اینا زمانیه که تو هم میتونه مکالمت فرمال باشه هم اینفرمال. فرمال یعنی چی؟ یعنی رسمی، یعنی یه جایی که تو کسی رو نمیشناسی، رئیسته، همکارته، خیلی باش گرم نیستی. یا اینفرمال، اینفرمال یعنی غیر رسمی، میخوای با دوستت سلام احوال پرسی کنی، با همسایت، میتونی هم بگی های هلو. اگر خیلی با طرف صمیمی باشی میتونی بهش بگی هی هایدر،
hey, hi there هیچ فرقی نداره، میتونی همه اینا رو استفاده کنی. خب بنابراین hi I'm Mike، hello I'm Sarah، ساده ترین چیز hi hello، میخوام خودم معرفی کنم، شما تو خونه همین کار رو انجام بدین. hi I'm Nastern، hello I'm Mike، hi I'm Sarah، خودتو معرفی میکنی. بنابراین hi و hello بر سلام اول پرسی و اینکه میخوای خودتو معرفی کنی میگی I'm Nastern، I'm Sarah، I'm Mike، I'm. خب هیچ فرقی نداره، میتونی بگی های، میتونی بگی هلو، جواب مثلا اینجوری نیست که اگه گفت هلو بگی هلو، هلو و هیچ فرقی با هم دیگه نداره. خب مکالمه بعدی رو ببین، حالا احوال پرسی کنه. های تام، میخوای بپرسی حالت چطوره، How are you؟ به پرنانسیشن های من دقت کن و تکرار کن، How are you؟ How are you؟ Hi Tom، How are you؟ میخوای جواب بدی بگی حالت چطوره، میتونی بگی عالیم، بهتر از این نمیشه، ای بدی نیستم، افتضاحم، بسته به حالت مطمئنم، میتونی چیزهای مختلف بگی. چی میتونم بگم؟ میتونم بگم great، عالی، not bad، بد نیست، fine thanks، خوبه مرسی، not so well، خیلی هم خوب نیست. پس من میگم how are you؟ great thanks، حالت چطوره؟ عالی، مرسی. How are you؟ Not so well، خیلی هم خوب نیستم. میخوام یا بگم عالی نیستم، Not great. How are you؟ Not great. یا میخوای بگی افتضاحم، چی میگی؟ میگی terrible. For example if someone asks me these days how are you، I say I'm terrible. این روزا کسی از من بپرسه حالت چطوره، I'm terrible، حالم خوب نیست، افتضاحه. بنابراین میتونم چیزای مختلف بگم، بستگی به حالت داره، از great عالی تا terrible هر چی دوست داری میتونی جواب بدی. جواب داده good، میخوای بگی تو چطوری، تو فارسی هم میگی مرسی خوبم، تو چی، how are you، how about you، جوابش میشه how about you. ببین نگاه کن به تلفظا، نگاه کن، میتونم بگم how about you، شما چطور، how about you، ولی نگاه کن من چجوری تلفظ میکنم، How about you، How about you، انگار که about و you رو به هم چسبوندم شده یک کلمه، T و Y کنار هم دیگه صدا چم، وقتی که تند حرف میزنن یا توی روزمره شون صدا چه میده. So یه بار دیگه با هم دیگه بریم، Hi Tom، How are you، Good، How about you، How about you. میتونی اینا رو با هم دیگه ادغام کنی، میتونی اگه اول راهی دقیقا همینجوری تلفظ کنی، Good. How about you? شما چطور؟ حالا مثلا میتونیم بگیم I'm great. Thanks. Not bad. Not so well. Not great. هر چیزی که دوست داریم میتونی جواب بدی. خب؟ میخوای تو فارسی میگی چه خبر؟ هی تو حرفامو میزنیم میگیم اینو، میگیم خوبم مرسی، چه خبر رو، همه چی خوبه؟ چه خبر میشه How is it going? How is it going? What's up? How is it going or what's up؟ What's up همون چه خبر، How is it going اوضاع چطوره، چه خبر. So پس تو احوال پرسی همون چیا میتونیم بگیم بچه ها؟ Hello، Hi، Hi there، Hey، همه اینا بستگی داره طرف مقابلتون کی باشه. مثلا به رئیس نمیتونی بگی Hey، Hey there، با قطعا بگی Hello. خب بعد میگی How are you، Great، Thanks، Fine، Thanks، Not so well، Not great، Terrible. و بچه ها احساساتتون هم توی مکالماتون بعد نشون بدین دیگه. خب بعد میپرسم که How about you؟ شما چطور؟ I'm good، thanks، What's going on؟ What's up؟ چه خبرا؟ خب جواب میده یا How is it going؟ اوضاع چطوره؟ Not bad، یا مثلا همینا رو میتونم بگم، میتونم بگم Great، thanks، Fine، thanks. یه چیزی دیگه در مورد greetings، greetings یعنی همون احوال پرسی. ببین ما یاد گرفتیم که میگیم که hi، hello، hey، hey there، همه نمیشه سلام و احوال پرسی. آه بچه یه چیزی هم بهتون بگم، تمام چیزایی که من سر کلاس میپرسم و نیاز به جواب شما داره سعی کنین حتما تایپ کنین، اگر این اولا خیلی طول میکشه، غلط املایی دارین، اشکال نداره. چرا؟ چون املاتون خوب میشه، نوشتارتون خوب میشه. یعنی چیزایی که من میگم علاوه بر اینکه نوشتارتون خوب میشه تو ذهنت هم میشینه، چیزی که من بگم تو جواب بدی
چون داری جواب میدی، یاد میگیری و داری تایپش میکنی، املا نوشتنت هم خوب میشه. بنابراین حتما سر کلاس فعال باشین، اینتراکشن رو داشته باشین و جواب حرفای منو بدین، چون که خیلی بهتون کمک میکنه. داشتم گریتینگز یا سلام اول پرسیو میگفتم. یه وقتی هستش که شاید تو فیلم‌ها دیده باشین، طرف وارد یه جایی میشه میگه مورنینگ، به جای اینکه بگه های هلو میگه مورنینگ. اینو یاد بگیر. گود مورنینگ، صبح بخیر. گود افترنون، ظهر بعد از ظهر بخیر. گود ایونینگ، عصر بخیر. این سه تا، گود مورنینگ، گود افترنون، گود ایونینگ، بچه اینا رو به جای سلام ازش استفاده میکنن. یعنی تو ممکنه وارد یه جایی بشی نگی هلو، بگی گود مورنینگ ایوریوان، این یعنی همون سلام کردن دیگه، نیازی نیست بگی های یا هلو، گود مورنینگ. یه وقتایی هستش که دیگه مثلا شاید تو فیلم ها شنیده باشین، طرف حتی گودش هم نمیگه، مورنینگ، وقتی میگه مورنینگ یعنی همون سلام کردن. ببین الان مکالمه بده باب و سرا رو ببین، به جای اینکه بگه hello hi میگه good morning، داره خودش رو معرفی میکنه. تا اینجا ما معرفی ساده یاد گرفتیم تو همون مکالمه اولیه، hello I'm Mike، hi I'm Sarah. طرف میخواد خودش رو معرفی کنه، سلام میکنه، وارد میشه، میگه good morning، یا میتونی بگی morning، good afternoon، good evening. حواست باشه good night نها، good night فقط واسه خدافظی کردنه، good night رو نمیتونی برای سلام کردن به طرف مقابل بگی. hi، hello، hey، hey there، good morning، good afternoon، good evening، همه این رو واسه سلام اول پرسی میتونی بگی. خب میخوای خودتو معرفی کنی، I'm Bob Jones، I'm Nastern Soltani. You can repeat at home، شما تو خونه تکرار کنین، good morning، I'm فلانی، اسمتون و فامیلتون رو بگین. داری با یه نفر آشنا میشی، میخوای ببینی که اسم طرف مقابل چیه. What's your name؟ What's your name؟ میتونم بگم What is your name؟ What is your name؟ بلند تو خونه حتما تکرار کن. What is your name؟ What is your name؟ ببین میبینی وقتی که من دارم تلفظ میکنم نمیگم What is your name؟ یا What is رو تند پشت سر هم میگم، میگم What is؟ انگار یه کلمه است. What is؟ What is your name؟ یا اصلا what و is مخفف میشه، میشه What's your name؟ Hello، I'm Bob Jones، What's your name؟ Or what is your name؟ طرف هم جواب میده Hi، I'm Sarah Jones. وقتی که تو فارسی هم همینه دیگه، وقتی که اولین بار با یه نفر آشنا میشی میگی خیلی خوشبختم. چی میگی؟ Nice to meet you، Nice to meet you. Meet یعنی آشنا شدن. Nice یعنی هم خوشبختم. میتونی بگی glad to meet you. Nice to meet you or glad to meet you. به پرونانسیشن من دقت کن. Meet you. نمیگم nice to meet you. Nice to meet you. Meet you. ببین meet و you انگار یک کلمه شده. Meet you. Nice to meet you. این دوتا انگار که میچسبه به هم. Nice to meet you. بذار با قرمز بزنم که معلوم شه. این دوتا انگار که میچسبن به هم. Nice to meet you. جوابش قاعدتا اینه که Nice to meet you. یعنی که منم خوشبختم. بعد برای خدافظی کردن چی میتونیم بگیم؟ من اینو گذاشتم که مثلا انگار دارن از هم خدافظی میکنن و مکالمه داره تموم میشه. It's time for class. وقت کلاسه. کلاسمون داره شروع میشه. It's time for class. See you later. خب قاعدتاً برای خدافظی شما قطعاً بلدین که برای خدافظی چی استفاده میشه. Goodbye. Bye. یا خیلی اگر خودمونی باشی با طرف. Bye bye. خب چیزای دیگه هم میتونی بگی. میتونی بگی Good night. یادتونه گفتم good morning, good afternoon, good evening برای سلام کردن و شروع مکالمه است. گفتم good night رو حواست باشه برای سلام و شروع نمیگیم. برای خدافظی کردن میگیم good night. خب دیدید ما تو فارسی هم میگیم، میگیم که روزتون بخیر، آخر هفته خوبی داشته باشین، مراقب خودتون باشین، به امید دیدار، زود میبینمتون. همه اینا رو تو انگلیسی هم میتونی موقع خدافظی قاعدتا ازش چیکار کنی؟ استفاده کنی. خب میتونی بگی have a nice day. باب جونز، اسمش باب جونزه. همه اینا میتونی موقع خدافظی بگی. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. روز خوبی داشته باشی. یا اگه آخر هفته باشه Have a nice weekend. بچه ویکند نها، دبلی رو باید حواست باشه، لب به دندون نمیخوره. Weekend انگار که لبت قنچه است. Have a nice weekend. Have a nice day.
میخوای بگی که میبینمت به زودی. See you later. بعدن میبینمت. See you later. See you soon. به زودی میبینمت. Take care. مراقب خودت باش. خب بیاییم با هم دیگه یه بار دیگه یه مکالمه فرضی داشته باشیم. Good morning. I'm Nastern Soltani. What's your name? Hi. I'm مثلا سارا. همینو بریم. سارا جونز. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, it's time for class. See you later. Take care. Bye. Have a nice day. Have a nice weekend. هر چیزی که دوست دارین یکیشو انتخاب کن. همش از اون استفاده کن. ولی خب چیز دیگه هم بلد باش که اگه شنیدی بدونی منظورشون چیه. Now it's your turn. Your turn نوبت شماست. Write your name. این مکالمه ها رو بر خودتون پر کنین بچه ها. میخوای خودتو معرفی کنی. Hello, I'm. قاعدتا هر کی اسم خودشو بنویسه. برای من میشه Hello, I'm Nastern Soltani. برای خودتون مکالمه رو پر کنین. Hello, I'm. بذار من قلممو. آها نه. ببین به نوشتن من نگاه کن. وقتی که اسمم رو می نویسم نسترن سلطانی، شما هم داری اسم خودتو می نویسی. دقت کن، capital letter، capital letter، بقیهش همه small. letter یعنی حرف، capital یعنی بزرگ و small یعنی کوچیک. Hello, I'm Aryan. Nice to meet you, Aryan. Nice to meet you, Amir Muhammad. What's your name? I'm نسترن سلطانی. حالا طرف مقابل، Hi, I'm Tom Frank. Hi, I'm Tom Frank. Nice to. Hello, فاطمه معتمدی. Nice to meet you, everyone. Hi, محمد. Nice to meet you. Hi, اشکان. Hi, حمیدرضا. Are you Negin? Really? So, ببین من از کجا میفهمم جواب داده nice to meet you. طرف چی گفته؟ nice to meet you. و بلندم تکرار کن، یعنی هم داری مینویسی هم تکرار کن. اسم خودتو بگو nice to meet you. وسط جمله با کپتال نمینویسی ما. Hello, I'm Zainab. Nice to meet you, Zainab. Nice to meet you too. یا nice to meet you خالی. بریم برای مکالمه بعدی. Good morning, Sarah. بچه سارا فارسیه. Good morning, Sarah. Good morning, Sarah. Hi, Sarah. Hello, Sarah. Good morning. Good afternoon, Sarah. Good evening, Sarah. How are you? How are you? چه چیزای دیگه بجز how are you میتونم بگم؟ بیا با هم دیگه ببینیم بجز how are you چی میتونم بگم؟ How are you doing? How are you doing? How is everything مثل همون واتساپ و how is it going مثل چه خبره. نمیدونم فرندز رو دیدین یا نه. اصلا این how are you doing یه تیک کلام یکی از آدمای توی فرندز، جوی تریبیانی، اگر دیده باشین توی فرندز اصلا تیک کلامشه. How are you doing رو چجوری میگه؟ میگه how you doing. How you doing یعنی حالت چطوره. پس هم میتونم بگم how are you، هم میتونم بگم how are you doing. یه خیلی بخوام دیگه مدل انگلیسی و عامیانه حرف بزنم میتونم بگم how you doing، حتی آرش هم نگم. So how are you doing، how are you، how you doing یعنی چطوری. ببینیم how are you، حالا بستگی به حالت داره، هر حالی که داری همونو بنویس. I'm great. I'm fine. Thanks. I'm not so well. Not great. I'm terrible. افتضاح. Not so good. Not so well. I'm great. I'm fine. هر چیزی که دوست داری میتونی جواب بدی. پس چی میتونم بگم؟ I'm. به من بگین شما جواباتون چیه؟ شما الان چه حالی دارین؟ به من بگین How are you؟ I'm fine. I'm fine. I'm not bad. I'm great. I'm terrible. I'm not great. I'm not bad. Not bad. Good. I'm very well. خوبه؟ I'm terrible. Terrible رو فقط بچه ها
دیکتیشنشو چون میخوام دیکتتونم خوب بشه یه بار دیگه اونه که اشتباه نوشتن تایپ کنن. terrible دو تا آر داره. terrible I'm terrible افتضاحم خیلی بدم. یه بار دیگه I'm terrible I'm fine I'm good I'm terrible. خب چی پرسیده که جواب داده good؟ قاعدتا اونم I'm okay. آره حتی okay هم میتونیم بگین، لزوما نباید حتما چیزی که من اینجا نوشتم، چیزهای مختلف میتونیم بگین. چی پرسیده که طرف جواب داده good؟ احتمالا اونم حالشو پرسیده. چون که من خودم are you رو اینجا نوشتم، همین how are you بوده. به جای how are you چی میتونستم بگم؟ میتونستم بگم تو چی؟ I'm good یا I'm terrible، من خوبم یا من بدم، تو چی؟ به جای تو چی میتونم بگم؟ How about you؟ How about you؟ یا قرار شد میخواییم خوشگلم حرف بزنیم ت و یه که میچسبم به هم صدا چه میده. How about you؟ How about you؟ How about you؟ terrible آره مهران میتونه معنی وحشتناک هم بده، ولی همون معنی بد میده دیگه. چون که are you دارم and اینجا بهش نمیخوره. حالا من اینو نوشتم، تو لزومن که نباید اینو بگی، میتونی بگی how are you and you how about you، تو چطور، تو حالت چطوره، هر چیزی. good میخوام بگم مرسی، good thanks. بچه این تلفظ تیچو با هم دیگه تمرین کنیم. good thanks. ببین زمانی که TH صدای مثل عدد 3 یا مثل thanks همچین صدایی بده، زبون میاد بین دندونا thanks. thanks نگو. یه وقتی مثلا 3 رو میگن 3 یا 3 اشتباه میشه، تو اگه 3 رو بگی 3 یعنی درخت. بنابراین قشنگ همه چیو این چیزی که باید تلفظ کن. thanks thank you. خب آها فهم نگین، اینم من خیلی سر کلاس شنیدم، میگم thanks اینم نگین. زبون بین دندونا thanks thank you 3. خب good thanks. خب یه بار دیگه با هم دیگه سری بریم، میخوایم احوال پرسی کنیم. برام لطفاً تایپ کنین. میخوایم سلام کنیم به یه نفر، چیا میتونیم بگیم؟ حتما تایپ کن که هم یاد بگیری هم دیکتت قوی بشه. چیا میتونم بگم؟ thanks نه. چیا میتونم بگم؟ hi hello good morning good afternoon good evening. همه اینا hi hey hey there، همه اینا رو میتونم به جای سلام بگم. میخوام بگم که چطوری؟ حالت چطوره؟ چطوری یا حالت چطوره؟ How are you؟ How are you؟ آها hello. چون شما اچین خورده مسیجاتون بر من دیر میاد، من فعلا روی hello بمونم. Good evening. Hi. Hello. Good morning. Good evening everyone. بچه good evening که خب عصر دیگه، این تصویرشم براتون گذاشتم. morning از 12 شب صبح شروع میشه، یعنی نیمه شب دیگه صبح میشه دیگه، صبح هستش تا 12 ظهر. ببین ظهر میشه midday. mid یعنی چی؟ چنین طرف میگه midterm دارم. mid یعنی وسط، midterm یعنی وسط ترم، midday وسط روز، midnight وسط شب، نیمه شب، نیمه روز. بنابراین تا midday تا ساعت 12 میشه morning، یعنی تا ساعت 12 هر کیو دیدی good morning میتونی بگی. بعد از اون میشه good afternoon، بعد از 12 میشه good afternoon تا زمان غروب. بنابراین سلام کردن رو یاد گرفتیم، بریم یاد بگیریم که یعنی مرور کنیم که چجوری احوال پرسی کنیم. حالت چطوره؟ How are you؟ How are you doing؟ خیلی بخوای دیگه خودمونی حرف بزنی How you doing؟ اصلا آرش هم نگی. How you doing؟ How are you؟ چطوری؟ یا اگه بخوای بگی تو چطور؟ طرف جواب داده
ببخشید سوال پرسیده جواب داده، تو میخوای بگی تو چی؟ How about you and you؟ یا تو چطور؟ How about you and you؟ خب میخوام بگم چه خبر؟ چیا رو میگم تو چه خبر؟ چه خبر؟ How about you teacher؟ How about teacher یعنی معلم چطور؟ How about teacher؟ اگر میخوای از من بپرسی How about you teacher؟ I'm not so good. I'm not great. Not bad. Thanks. چیا میخوام بگم؟ میخوام بگم که چه خبر؟ What's up؟ How is everything? How is it going? اوضاع چطوره؟ How is it going? ببین گوش بده. نمیگم How is it going? Is it رو میکنم یه دونه. How is it? Is it? انگار که این دوتا رو یه کلمه میگم. How is it going? How is it going? How is it going? What's up? What's up نمیگی یا What's up W اشتباهه. اینجوری تلفظ بشه. What's up? What's up? How is it? How is it going? How is everything? اوضاع چطوره؟ How is everything? جوابایی که هم تو چطوری هم اوضاع احوال چطوره چه خبر؟ جوابایی که میتونم بدم Great, not bad. Fine, thanks. Not so well. Not great. Terrible. جوابایی که میتونم بدم Great, not so bad. Terrible. افتضاح. حالا بریم برای خدافظی. تموم شده حرفامون. میخوایم خدافظی کنیم. چیا میتونیم بگیم؟ خیلی رسمی. Goodbye. Bye. Bye bye. See you later. آها. Later. خب کلمه ای که خودش هستش. Later. ولی ببین نمیگم see you later. See you later. Later. انگار که یه صدایی رو میندازی پشت. Later. خب. See you later. حتی میتونی ت رو د بگی، نه حالا خیلی محسوس د. Later. See you later. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice weekend. See you later. See you soon. مراقب خودت باش. Take care. از این به بعد برای شروع کلاس از چیزایی که یاد گرفتیم احوال پرسی میکنیم با هم دیگه همگی و برای خدافظی وقتی کلاسمون تمام شد از اینا استفاده میکنیم. دیگه ته کلاس فارسی کسی خدافظی نمیکنه. ته کلاس از چیزایی که یاد گرفتیم با هم دیگه خدافظی میکنیم. Terrible, great, not so well. جواب آها اوناست. خب بریم برای letters. ببین من میدونم که شما letters رو قاعدتا بلدین. حروف الفبای انگلیسی رو ممکنم هست بلد نباشین. خب اگر بلدین صبر کنین، فقط گوش بدین، منتظر بمونین این بخش بگذره. چرا من اینو گذاشتم؟ چون مثلا ببین نگاه کن، زنگ میزنی یه جایی، خب میخوای خودتو معرفی کنی، خب میگی من فلانیم، بعد طرف میگه ببخشید من، مخصوصا ما که حالا اسممون فارسیه، طرف ممکنه اصلا نفهمه اسم تو چیه، یا تو اسم طرفو بپرسی و چون اسمش ایرانی نیست، اسمش یه جای دیگه است، نفهمی، میخوای ازش بپرسی که مثلا هجی کنه برات، کلم حرف به حرف بهت بگه که بتونی بفهمی اون کلمه چیه. واسه همین letters یا الفبای انگلیسی باید کامل بلد باشی، صداهاشو درست بلد باشی. یا مثلا توی لیسنینگ های آیلتس، خب این تو سیکشن 1 خیلی هستش، طرف زنگ میزنه به یه کمپانی میگه من فلانیم، بعد میگه ببخشید نفهمیدم میشه سپل کنی اسمتو، اسمشو میاد سپل میکنه، هجی میکنه، مثلا مایکو میگه M-I-K-E که تو باید اونو بنویسی توی لیسنینگ. واسه همین من اینو گذاشتم که خیالم راحت بشه شما لترز و صداهاشونو کامل بلدین. بیاین با هم دیگه یه دور لترزا رو، الفابت رو بخونیم، بعد این جدول رو هم بهتون میگم داستانش چیه. A B C D E F، چیزی که معمولا اشتباه میشه اینه G. اینم دیدم که اشتباه میگن بچه ها. H H
اچ نه اچ اچ جی اچ آی اینم دیدم اشتباه میشه جی جی کی ال ام ان او پی کیو آر اس تی یو وی وی ببین تلفظشو وی دبلیو آها اینم دقت کن اکس 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 وای بچه این زیه امریکن این رو زی تلفظ میکنن زی زد نیست زیه خب say the letters آها یه چیزی هم بهتون میگم بچه ها همه جای جزوه رو جدی بگیرین یعنی حتی تو بخش ریویو ممکنه شما کلمه های جدید ببینین تمام اینایی که مثلا سواله تو ریویوه تو لیسنینگه هر جای هر کلمه تو جزوه بود اینا رو با دقت بخون say the letters say the letters میخوام که letters ها رو بگی and complete the table ببین تیبل رو هم به میز میگیم تیبل هم به جدول بنابراین منظور من complete the table تیبل یا جدول رو کامل کن ببینم میتونین اینا رو خودتون درک کنین که چه سیستمی داره مثلا الان A و H زیر هم دیگن چه حرف دیگه زیر A و H میتونه بیاد یا مثلا توی B, C, D چه حروف دیگه میتونه بیاد از نظر صدا باید با هم تشابه داشته باشن A, H دیگه چه چیزایی همچین صدایی میده ببین A و H ببین انگار یه همچین صداییه A H دیگه چه حروفی هن که همچین صدایی میدن میتونم چیو بگم J J K ببین A H J K دیگه هیچ کدومشون این ای رو ندارن فقط J و K هن که این صدا رو میدن A H J K اینم S هم نه ببین A S A E هیچ تشابهی ندارن لحاظ صوتی ولی این چهارتا رو ببین H A J K این شبیه همان X هم نه X رو نمیگیم X میگیم X بیا ستون بعدی B C D دیگه چه چیزایی؟ چه حروفی هن که توی این ستون میتونن بیان؟ باریکالله ای بیا دونه دونه با هم بریم بی سی دی ای اف که نیستش جی آها ایچ که هیچی آی که هیچی جی که هیچی کی هیچی ال هیچی ام ان او پی 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 میتونه باشه نه ببین B, C, D, E, G, P صدا E باید بده Q, R, S, T T میتونه باشه U, V V میتونه باشه W که نیست X نیست Y و Z حالا اینا که صدا E میدن F, L یه بار دیگه B, C, D, E که هیچی F صدا A بعد بده F L M N S
بچه یه دونه که اومد. نه دیگه H رو اینجا گذاشتیم. آها X باریکلا X خب H بچه توی ببین اولش گفتم تلفظ H رو حواست باشه، نمیگم H میگم H، واسه همین اومد اینجا A H J. نه دیگه اگر A توی که نرگس اینجا به دردت نمیخوره، اینجا یه لول پایین تر از تو. I میشه Y، او که هیچ صدای دیگه شبیهش نیست. چه چیزایی؟ ببین Q صدای U میده، Q W خود U، آرم که هیچ صدای شبیهش نیست. خب من اینا رو نوشتم که توی لیسنینگ بعدی که زحمت بکشین یک رو بر من بذارین خوب گوش بده. برای لیسنینگ چی کار میکنی؟ وقتی که چه الان سر کلاس، چه هر موقع که لیسنینگ تو امتحان، هر جایی امتحان لیسنینگ داشتی، وقتی که بهت میگن لیسنینگ جواب بده، قبل از اینکه فایلو پلی کنن برات، میای سوالو میخونی، کیورد پیدا میکنی، ببینی از تو چی میخواد که وقتی داری گوش میدی چشت یه چیزی رو دیده باشه بگی آها تو لیسنینگ باید گوشم واسه این قسمت تیز بشه و حواسم باشه، نه اینکه همین جوری لیسنینگ رو گوش بدم حالا هر چی شد. مثلا الان یکو نگاه کن، یکو نگاه کن، پالو پالا اسمشه، تفاوت نوشتاری داره، یکیش ایوه یکیش ای اوه، پس من باید حواسم به این باشه که طرف داره تلفظ میکنه میخواد حروف رو تلفظ کنه، پس حواسم باشه که وقتی داره اسمشو سپل میکنه، سپل یعنی هجی کردن، وقتی داره سپل میکنه میگه ای یو، ببین چون پی که ثابته، الم ثابته، ای آخرم ثابته، اینا همه ثابتن، میگه ای یو یا میگه ای او، حواسمو به این قسمت از لیسنینگ تیز میکنم و گوشام تیز میشه. دو برایان، ببین بی و آر و اناش ثابته، باید گوشم تیز شه که طرف داره اسمشو سپل میکنه، میگه وای ای یا میگه آی ای، حواسم به اینا باید باشه، شان، انا، همه اینا باید حواسم باشه. خب آماده این برای لیسنینگ؟ گوش بدین و به هم بگین که کدوم درسته. پلی میشه لیسنینگ یا نه؟ N 2 1 I'm Paola. Can you spell that? Yes. P-A-O-L-A. Two. Merci. I'm Brian. Can you... Merci. خب، گفت I'm Paula. طرف نفهمید Paula چجوری نوشته میشه. گفت Can you... بچه ها وقتی اس اول کلمه میاد نمیگم اسپل، نمیگم استیودنت، استار، اسمال، اسکول، اس نه، وقتی حرف یا لتر اس میاد ابتدای یک کلمه ای میگم سمال، استیودنت، استار، اسکول، چون اینجوری حرف زدنت قشنگ میشه. مثلا اگر بگی I am a student خیلی زایه است. I am a student. چی گفت؟ گفت Can you spell that؟ میتونی اونو برام هجی کنی؟ پالا رو نفهمی چجوریه. So اینم بلند تو خونه تکرار کن. Can you spell that؟ Can you spell that؟ میشه لطفا اونو هجی کنی؟ وقتی که spell کرد چی گفت بچه ها؟ آها پالا این بود، گفت P
A O L A. P A O L A. بریم برای دو. برایان رو ببینیم چجوری تلفظ میکنه. چجوری سپل میکنه. نه، همون یک پازش رو پلی کنین. I'm Brian. Can you spell that? Yes. B R Y A N. 3. مرسی. بچه میگه can you spell that? Speak نها. Can you spell that? مثلا من میگم I'm Nastern. میگی نمیدونم نسترن چجوری نوشته میشه. میخوای ازم میخوای که سپلش کنی. میگی can you spell that? بعد من میگم N A S T A R A N. So اسمتو بگو. Can you spell that? و حروفشو میگی. برایان رو یه بار دیگه میشه پلی کنی؟ میتونی؟ مرسی. برایان رو ببینیم چی اسپل کرد. برایان. Can you spell that? Yes. B R Y A N. مرسی. برایان رو گفت Y A N. ببین گوشم کجا تیز شد؟ فقط این بخشش با هم فرق داشت. Y یا I. بعد حواسمو جمع می‌کردم که میگه Y یا I. Brian Y بود. So Brian. Can you spell that? بچه‌ها صورت سوالم یه بار با هم دیگه بخونیم. Listen and choose. Listen. Listen. گوش بده. Choose انتخاب کردن. Listen and choose the correct name. Listen and choose the correct name. گوش بده و اسم درست رو انتخاب کن. حالا گفت I'm Paula. Can you spell that? P-A-O-L-A. آها. چرا آریان آر رو شبیه آ تلفظ کرد؟ چون اینا بریتیشن. این فایلی که گوش دادین لحجه بریتیشه. شما ممکنه لحجه مختلف بشنوین. واسه همین سعی کردم که از هر دوتاش بیارم که گوشت آشناشه. آر رو نگفت آر، شبیه آ تلفظ کرد. خب بریم سه ببینیم شان رو اس اچ میگه یا اس خالی میگه. 3. I'm Sean. Can you spell that? Yes. S E A N. برام بنویس. S E A N. S E. اصلا H رو نگفت. پس شد شان به این شکل خونده میشه. یعنی به این شکل نوشته میشه و شان خونده میشه. S E A N. بریم برای چهار. آنا. 4. I'm Anna. Can you spell that? Yes. A N A. خب آنا چی شد؟ کدوم یکی از گزینه هاست اسم طرف؟ Can you spell that? آنا. Double N. Double بچه یعنی دوتا. Double N or just one N. آها. Anna. Anna این یکی بود. پس اگر که از یه نفر بخوای که اسمشو یا اصلا هر حالا اسم خودشه مثلا یه آدرسی رو گفته یه کلمه رو گفته که تو بلد نیستی و میخوای برات هجی کنه چی میگی؟ میگی Can you spell that? Spell that. ببین ما TH رو دو مدل تلفظ میکنیم. یکی مثل thanks یا مثل three صدا ث میده. یه وقتی هست مثل that نمیگم. that نمیگم. د نیست. صدای انگار ز میده. that. that. خب can you spell that؟ و spell هم که با هم دیگه یاد گرفتیم. بریم با هم دیگه چون که مطمئنم این گرامر رو تقریبا همه بلدن و توی مکالمه هایی که با هم دیگه خوندیم دیدیم و استفاده کردیم. یه دور سری با هم دیگه این گرامر رو بخونیم و کلاسمون تموم میشه. وقتی که من میخوام بگم هستم یا هستی یا هست یا است چه فعلی تو انگلیسی به کار میبرم؟ am
is, are. ما به اینا میگیم be، فعل‌های to be. خب معنی است یا هست، حالا تو شخصهای مختلف. میخوام بگم نسترن هستم. I'm or I am نسترن. میخوام بگم معلم هستم. I am a teacher. میخوام بگم student یا دانش آموز هستی. You are a student. پس من زمانی که بخوام فعل‌های است یا هست برای شخصای مختلف بگم، باید از am, is, are استفاده کنم. خب پس مثلا برای I، برای اولش بریم اول ضمیرها رو با هم یاد بگیریم. من، تو، او، اینا چی میشه؟ I که من، you، تو. میخوام بگم او. ببین من وقتی میگم او تو فارسی معلوم نیست الان اون او مرد یا زنه، تو انگلیسی با معلوم شه. اگر او مرد بود میگم he، اگر زن بود میگم she. اگر خواستم بگم اون، حالا اون میتونه شی باشه، میتونه حیوان باشه، میگم it. اگر بخوام بگم، همه رو اینجا برات نوشتم، ببین I, you, he, it. اگر بخوام بگم ما، من و چند نفر دیگه بشیم ما، we نمیگم ها، we. You بچه هم میتونه تو یه نفر باشی، هم میتونی چند نفر باشی. هم میتونم بگم you یعنی تو یه نفری، هم میتونم اگر بخوام بگم شما چند نفر میگم you دوباره. اگر بخوام بگم اونا، آنها، ببین میگم they، دقیقا همون تلفظی که گفتم they. So one more time: I, you, he, she, it, we, you, they. حالا هر کدوم از اینا بچه ها to be verb خاص خودشو میخواد. Am فقط برای آیه. I am. I am نسترن. I am Miss سلطانی. I am a teacher. I am 29 years old. I am happy. I am sad. I am cold. من هستم هر چیزی که بخوام میتونم بزن. اگر بخوام بگم من هستم، من معلم هستم، من 29 ساله هستم، من خوشحال هستم، من سردم است، هستم، بخوام بگم am میگم. برای سوم شخصام یعنی he و she و it باید is بگم. He is مثلا Bob. He is a teacher. She is Sarah. She is a teacher. She is 30. She is نمیدونم happy. She is sad. He is sad. برای یا مثلا برای اگر حیوان یا اشیا باشه it is, it is، یا اگر بخوام تند حرف بزنم it is a cat, it is cold, it is hot, it is far, it is near، همین رو با هم دیگه یاد میگیم معنیش چیه. بنابراین برای هر فاعلی باید بی خاص خودشو به کار ببرم. اگرم که جمع بود میشه are, we are, you are, they are. پس اینا شد هستم، هستی و تمام اینایی که گفتیم. مثلا ببین I am a student. You are a teacher. We are happy. ما خوشحالیم. They are friends. اونا دوست هستند. میبینی همش هستند یا هسته. He is 10 years old. او از 10 ساله. It is cold. هوا سرد است. پس معنی است و هست میده. حالا اگه خواستی همه اینا رو منفی کنی چیکار میکنی؟ فقط مثلا میخوام بگم معلم نیستم، هوا سرد نیست، آنها دوست نیستند، نمیدونم اون 10 سالش نیست، همه این است و هست رو بکنم نیست. کافیه یه دونه not بعد از بیم اضافه کنم. I am a student. I am not a student. I am not a student. I am a teacher. You are not a teacher. We are not happy. They are not friends. He is not 10 years old. It is not cold. حتما دیدین و استفاده کردین و شنیدین. ممکنه طرف نگه I am a teacher. مخفف کنم. مخفف ها چیه بچه ها؟ I am میشه I'm. You are، ببین گوش بده، you are میشه your. این your چرا مهمه؟ جلوتر یه دونه your دیگه یاد میگیری که کاملا با این متفاوته. اون your میشه مال تو، برای تو. این your یعنی تو هستی. پس باید به کانتکستت نگاه کنی.
به چیزی که در ادامه جمله میشنوی. You are رو میتونم بگم your. He is چی میشه؟ میتونم بگم his. His. She is. She's. His رو هم دقیقاً جلوتر میتونیم به عنوان مال او برای او هم استفاده کنیم. بنابراین his میتونه اگر نبینیش و فقط بشنویش ممکنه قاطی کنی. اگر بخوام not رو اضافه کنم به جمله و منفیش کنم و بخوام حالا مخفف بگم You are not a student میتونم بگم you یا are not رو با هم بچسبونم بشه اینطوری You aren't are not رو به هم بچسبونم یا من your رو یاد گرفتم که با are میتونم یکی کنم You're not not رو تنها بگم همه فایلار میتونی این کار رو بکنی میتونم بگم he جدا isn't he's not دوتاش میشه بریم یه تمرین با هم دیگه حل بکنیم مثلا I am not رو بچه ما amant نداریم I amant نداریم میگم چی؟ میگم I'm not there I amant نداریم I'm اینی که تو چت نوشتی نداریم I'm یه جور فقط مخفف میشه I'm not بقیهشون اینجوریست بقیهشون دو جور مخفف میشن مثلا he is not میتونم بگم he's not یا میتونم بگم he isn't you are not میتونم بگم you aren't میتونم بگم you're not دوتاش میشه ولی I این خاصیت رو نداره I یه مدله I'm not حالا they are مخففش چی میشه؟ میشه they're آپاستروف میگیم به این بچه ها آپاستروف رو میذارم ای آر میفته they're میشه they're اینا رو هم حل کنیم کلاس تمومه She's not چجوری میتونم مخفف کنم؟ She's not She is not میتونم دو مدل بگم یه مدل بگم She's not مدل دوم بگم She isn't She isn't یا she و is رو یکی کنم she's آیش میفته apostrophe آیش میفته she's not یا she رو تنها بذارم is و not رو یکی کنم she isn't it is رو خیلی دیدی it is میشه it's it is میشه it's we apostrophe are we're They are not. میتونم بگم they aren't. میتونم بگم they're not. جداشه. It is not. میتونم بگم it's not. یا بگم it isn't. It's not. یا میتونم بگم it isn't we are not we're not یا بگم we aren't دوتاش میشه خب وقت کلاسمون تمام شد برای جلسه بعد بچه هایی که سر کلاس هستن و ثبت نام کردن برای جلسه بعد میخوام که complete the sentences with be verbs این جمله ها رو خودت باید بی ورب متناسب با فاعل پر کنی مثلا I am tired یا I am not tired بستگی به جملت داره اینو برای من انجام بدین جلسه بعد اینو با هم حل میکنیم و بعدش فایل های لیسنینگ داریم خسته نباشین همه دوره ها و ترم ها با هم بله حدوداً کمتر از دو سال حتی بین 1.5 تا 2 خب بچه ها
قرار شد برای خدافظی انگلیسی با هم دیگه خدافظی کنیم. Have a nice day everyone. Take care. See you on Monday. What day is today? امروز شنبه است. Today is Saturday, so I'll see you on Monday. Have a nice day. Take care. See you soon. See you later. امیر محمد این تلفظشه دیگه. حالا صحبت میکنه. آها موقع خدافظی good night. الان به night هم میخوره. Good night everyone. Have a nice day. See you on Monday. Bye everyone. See you soon, Kiarash. See you. Bye. Bye bye everyone. See you later, Muhammad Amin. Take care, everyone. مراقب خودتون باشی. خسته نباشی.